800 هزار تا سابسکرایبر تو یوتیوب داره، بالای 400 هزار تا فالوور تو سایت تویچ، و این رو هم باز اضافه کنم شما برمیدید. درود بر شما، کوروش صدایک هستم. حالتون چطوره؟ امیدوارم هر چه که هستین خوشحال و شاد باشین. EA قابلیت دادن آیتم به صورت مستقیم به اکانت‌ها رو توی فیفا 21 برداشته، اونم به خاطر اینکه یکی از کارکنان فیفا یا یکی کسی که به نوعی با فیفا در ارتباط بوده، آیتم‌های بخش التیمت تیم رو توی بازار سیاه در ازای گرفتن پول واقعی میفروخته. هرچند که تو تحقیقات مشخص شده افراد زیادی توی این قضیه دست نداشتن، اما فیفا گفته که اصلا قصد نداره کوتاه بیاد و تمام اکانتایی که توی این زمینه فعالیت میکردن رو بند میکنه. امیدواریم همونقدر که توی این زمینه EA به فکر جیب خودش، حالا به نوعی پلیراش هست، توی قضیه شرط بندی ها و لوت باکس ها و این موضوع هم به فکر جیب مشتریاش باشه و رو این قضیه هم کمی کوتاه بیاد. یه استریمر دختر به اسم الکس زدرا داشته کال آف دیوتی وارزون بازی میکرده، به دو تا چیتر میخوره و موضوع رو به سایت تویچ توییت میزنه و میگه که فکر کردم باید بدونی این موضوع رو. تویچ هم نامردی نمیکنه، اون دو نفر رو بن میکنه. البته این رو هم بگم که الکس زدرا 800 هزار تا سابسکرایبر تو یوتیوب داره، بالای 400 هزار تا فالوور تو سایت تویچ، و این رو هم باز اضافه کنم شاید براتون جالب باشه که الکس زدرا همون مارای کال آف دیوتیه. به نظر میاد تویش چاره جز این نداشته که اون دو نفر رو بن کنه، اما به هر حال بازم دستش درد نکنه. اما این کار خیلی جلوی چیترها رو در مجموع نمیگیره و بعد شرکت سونی و مایکروسافت از این حالت شل کن سیف کن در میان و به صورت جدی جلوی چیترها رو بگیرم. من فکر میکنم چیت زدن توی بازی آنلاین حداقل باید جرم تلقی بشه، همونطور که الان توی تورنمنت‌های بزرگ که خب هزینه زیادی بابتش میشه، تبلیغات زیادی داره و از اون طرف هم جوایز خیلی زیادی رو پرداخت میکنن، این کار جرم هست. اما چرا فقط باید اونجا جرم باشه؟ چرا تو حالت معمولی نباید جرم باشه؟ بذارین اینجوری بگم که هر کسی برای اوقات فراغت خودش یه چیزی رو انتخاب میکنه، یکی میره کتاب میخره، کتاب میخونه، یکی میره باشگاه بدنسازی برای بدن خودش تلاش میکنه و هم اوقات فراغتش رو پر میکنه، یکی با دوستاش جمع میشه میره سالن فوتبال بازی میکنه، حالا شاید هم چمن. حالا فرض کنید کسی که رفته کتاب خریده میاد خونه، میشینه کتابا رو باز میکنه، میبینه همه پارن یا ناخوانن، خب خیلی طبیعیه که بره کتاب فروشی کتاب پس بده و فروشنده هم پس بگیره. یا وقتی شما میرین باشگاه میرین و دستگاه خوب نیست، خیلی طبیعیه که دیگه نرین و شهریه پرداخت نکنین. یا که بچه‌ای که میرین سالن میبینین کف سالن چاله چوله است، توپش پنچره، خیلی طبیعیه که پولتون رو پس میگیرین و میرین از اون سالن بیرون. این خیلی طبیعیه و همه هم باهاش اوکی ان. بلوط نکن. خب یه گیمر هم میاد برای اوقات فراغت خودش کنسول تهیه میکنه یا کامپیوتر تهیه میکنه، اینترنت خوب تهیه میکنه، یه بازی خوب تهیه میکنه تا بشینه آنلاین بازی کنه و از اوقات فراغت خودش لذت ببره. حالا وقتی میره توی این فضای آنلاین، فضایی که داره بیشترشو سونی و مایکروسافت مهیا میکنه و پر چیتر هست، اینجا باید کی جوابگو باشه؟ این چاله چوله های زمین فوتبال اینجا همین چیترها هستن، کی باید جلوی اینا رو بگیره؟ پس مایکروسافت و سونی مسئولن، چون دارن بابت آنلاین بازی کردن هزینه میگیرن، بابت خدماتی که دارن به پلیرها میدن هزینه میگیرن. این سمت قضیه. اون برای قضیه هم شما که چیت میزنین خیلی وقتا با خنده و شوخی رد میکنین، فکر میکنین چیز خاصی نیست، اون برای قضیه یه آدم بات ننشسته. شما برو تو آفلاین هر چقدر میخوای تقلب کن، چیت بزن، به کسی بر نمیخوره، اما توی بازی آنلاین شما داری یه نفر دیگه، یک آدم دیگر رو، هزینه هاش رو از بین میبری، اعصابش رو خورد میکنی، وقتش رو هدر میدی. واقعا قضیه رو انقدر ساده نگیریم، بذاریم کنار این موضوع رو. یه خبر خوب برای بچه‌ای که علاقه من به لست آف آس، خصوصا آنلاین لست آف آس، لست آف آس یک، البته دو که هنوز آنلاینش نیومده، سرورهای این بازی هر از شنگایی توی ایران از دسترس خارج میشن و فقط با نت همراه اول میشه بازی کرد که طبیعتا هم گرونتر میفته و هم کیفیت خیلی خوبی برای بازی نداره. دو سه شب پیش دوباره سرورهای این بازی قابل دسترس شدن توی ایران و شما الان میتونید با هر نتی که دارین به سرور بازی وصل بشین و بریم به راحتی بازی کنین. اگه پلیستیشن 4 یا پلیستیشن 5 دارین و هنوز آنلاین این بازی رو تجربه نکردین، پیشنهاد میکنم که حتما بگیرین به چند تا علت. یکی اینکه این بازی الان ارزونه و به راحتی میتونین تهیه کنین. دومی که این بازی انحصاریه و شما جای دیگه اصلا نمیتونین این بازی رو تجربه کنین. سومی که یه آنلاین کاملا متفاوته با آنلاینایی مثل کال اف دیوتی، بتلفیلد، پابجی یا هر آنلاین دیگه تا الان بازی کردین. یه تجربه میگم کاملا متفاوته. این بازی یه بازی که هم تکنیک خوب میخواد، هم تاکتیک خوب میخواد برای برنده شدن. و یه هشدارم بهتون بدم، اگه این بازی گرفتین و اومدین تو چند ساعت اول، تو چند دست اول،
همش مردین و اصلا تجربه خوبی نداشتین، به من فحش ندین، یه مقدار تو بازی بمونین، قلقاشو یاد بگیرین. این بازی تازه وقتی که قلقای اولیه‌شو یاد میگیرین لذتش شروع میشه. سپاس از اینکه امروز هم با من بودین. اگه خبرها رو دوست داشتین لطفاً حتما با دوستاتون به اشتراک بذارین، به کانال یوتیوب هم سر بزنین، نظر بدین، ساب کنین، لایک کنین که باعث دلگرمیه و اینکه استریم زنده هلوش ساعت 9 شب. مواظب خودتون باشین، دوستتون دارم و تا دیدار دیگه، بدرود.